مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی. برنامه که من معمولا توش کمی مست یا یخت چه میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه که دوست دارین کار من رو دنبال کنید تو سوشال میدیا با هندل @kingram من رو میتونید پیدا کنید. به زودی چند تا کنسرت خواهیم داشت توی کانادا، تو کالگری و ونکوور. کالگری 27 آگست، ونکوور سپتامبر 89، تورانتو هم 16 دسامبر، اون یه چند ماه دیگه است هنوز. من تنها وقتی بود که میتونیم جور کنیم. برای آمریکا هم خیلیتون سوال میکنید، 2023 میام آمریکا تور میذارم. بلیط های اینا رو میتونید از kingram.com برین بخرین. اگه دوست داشتین یه حال به من بدین، به این پادکست، به هر چی، میتونید به ونمو @kingram یا gofundme.com/kingram، یا بیشترین حالی که من میتونم بگم اینه که فقط این پادکست رو با دوستاتون به اشتراک بذارین، یا برین اسپاتیفای آلبومای قبلیمو هی گوش کنید و اینا، دوره کنید تا آلبومای جدید امسال در بیان. بعدش هم توی دارم سعی میکنم که تیشرت هارم دوباره راه بندازم، هم داخل ایران هم خارج از ایران. اگه کسایی هم هستن که دوستان کمکی بکنن در مورد این موضوع، با من تماس بگیرید، بخصوص داخل ایران، چون پروژه قبلی خیلی سخت پیش رفت. دوست دارم این دفعه تر و تمیز و ریلکس بره این داستان جلو. ولی برند تیشرتم هم و کلودینگ لاین هست، وحشی بای رام، توی بایو اینستاگرام هستش لینکش. و بیشتر کلیپ هم توی youtube.com/kingram میتونید ویدیویشو ببینید، آدیو هم که بقیه همه جا بیاد بیرون. مهمون امروز هم دوست عزیزی به اسم ملینا که با هم دیگه توی سرور دیسکورد هم آشنا شدیم. سرور دیسکورد هم واسه اگه هر از گاهی لینک شما میذارم یه جایی، بیاین اونجا جمع شیم، آدمای باحالی هستن، برای بکس کلی هستن، دور هم جمع میشن و اونم تاریخچه خودشو داره دیگه، کلی بالا پایینای عجیب غریبی داشته. ولی ملینا خیلی به نظرم آدم جذاب و جالبی بود، برای داستان زندگیش، از اتفاقی که تو ایران افتاد تا اینکه توی هند با شوهر کلمبیایی فرانسویش آشنا شد، الانم تو مکزیک زندگی میکنه. آدم جالبه، منم که دیدی همیشه عاشق اینم که داستانای آدما رو بشنوم و چه جوری سر در میارن از اون نقطه‌ای که الان هستن توی زندگیشون. خلاصه ملینا خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم که بالاخره شد این فرصت که من و تو با هم دیگه این اپیزود رو ضبط کنیم. آره خودم خیلی دنباله یه موقعیتی میگشتم که بشینیم و کاملا با هم گفتگو خوب داشته باشیم. خوبی؟ قربونت. من تو آره توی دیسکورد میخواد اونجا شروع کنیم، مثلا حس و حال خودت که اومدی تو دیسکورد و بچه‌هایی که دوست شدی و از تجربه اونجا چیزه برامون میگی. من شاید راحت بتونم بگم دیسکورد توی مقطع وارد زندگی من شد که خیلی تجربه بزرگی گذاشت روی زندگی من. من وقتی اصلا با پادکستت آشنا شدم، فکر می‌کنم اولین اپیزودی که از تو شنیدم پادکستت با عرفان بود، عرفان پایدار بود، و همونجا وسط اپیزود بود که گفتی آدم آیاسکا حرف زدیم و گفتی اگه دوست داری برین از اول گوش کنی، و من رفتم از اول گوش کردم و خیلی برام جالب بود و خیلی چیزایی رو میگفتی که اصلا خود من بود و شبیه زندگی من بود، و همونجا اولین چیزی که بهت گفتم گفتم تو چقدر شبیه منی. و فکر کنم وقتی حتی من خیلی خوشگل تره این هست. نه با نرسی تو که لطف داری خیلی. ولی من واقعا فکر کنم من اون موقع توی 2020 بود و زمانی بود که همه ما تو خونه نشسته بودیم و من نه بیرون می رفتم نه خیلی، هم توی یه بحره بود که من توی افسردگی خیلی بدی بودم، که من لینک پادکست رو که چیزا ازت خواستم، دیسکورد ازت خواستم، اومدم با بچه های آشنا شدم که واقعا دوستایی شدن که من هیچ وقت فراموش نمی کنم. مثلا که از دوستای صمیمی، از کسایی که مثلا خیلی با من نزدیکتر بود از نظر مسافت، به من خیلی نزدیکتر شدم و یه جوری زندگی من عوض کرد.
منو یه جورایی از افسردگی بیرون آورد و نمیدونم میدونی یا نه، ولی توی مکزیک واقعا ایرانی کسی که بتونی بری و پیشش بشینی و شات کلام ایرانی فارسی صحبت کنی وجود نداره و فقط خانواده‌ام بودن که باهاشون صحبت میکردم و احساس میکنم با این جماعت دیسکورد و بچه های دیسکورد واقعا یه مسیری رو طی کردیم و بزرگ شدیم به یه نمیدونم، احساس میکنم خیلی رو زندگی من جنبه‌های مختلفی تاثیر گذاشته و حالا در کنارش هم که اصلا پادکست تو رو همیشه گوش میکردم و اینا مهموناتو که میآوردی من فکر میکنم جزوی از روتین زندگیم شده یه جورایی. نه من قبل از تو اصلا پادکست گوش نمیکردم. آره یه حس عجیبیه دیگه این حس نزدیکی رو آدم میکنه وقتی که به یه پادکست میبینی. منم این همه وقت دارم فک میزنم و اینا، خیلی میگم حس عجیبی داره. همیشه یه میم هستش، عکس میفرسته که یه کسی نشسته تو بغل یه صندلی خالی بین دوتا آدم، میگه حس پادکست گوش دادن. یا نمیدونم یکی دیگه هستش بغل عکس یه دو نفر نشسته داره اینجوری سیریال میخوره و میگه حس پادکست گوش دادن. من ولی سعی کردم میگم با دیسکورد و اینا این داینامیک رو یه ذره مشترک کنم این حس دیگه. هدف همین بودی که یه طرفه نباشه، منم بیام اونجا. همین امروز صبح اومدم اونجا برابکس یه ذره چت کردم و کچاپ کردیم و میگم یعنی این حس این که فقط یه طرفه نباشه، یه جایی محیطی هم باشه که بچه های دیگه بیان همدیگه رو پیدا کنن که یه عقاید نیمچه هم فکری داشته باشن، یه جایی که احساس راحتی و لختی بتونن بکنن. ولی چالش های خودش هم داشته دیگه، خب دیگه دیدیم دیگه دراما ها و داستان هایی که پیش میاد سخت دیگه. ولی نیت همیشه نیت خوبی بوده، نیت همیشه این بوده که آقا میگم یه جای یه محیطی ایجاد بشه که تای خطش هم میگم چیزای مثبتی که از توش در اومده به مراتب بیشتر از چیزای منفیش بوده. آره واقعا اگه بخوای مثلا یه تصویر بزرگتری از مثلا چیزی که دیسکورد چیزی که چه سرور حالا اتفاق افتاده نگاه کنی، واقعا یه داینامیکی رو طی کرده و الان بچه‌هایی که هستن به نظر من محیطی که الان حداقل وجود داره، همین امروز اتفاقا صحبتش بود که محیط انقدر دوستانه‌ایه که من خودم شخصا اونجا رو یه جوری حالت خونه میدونم و بچه‌هایی که اونجا هستن راحتم. خیلی محیط خیلی جالبیه. گفتی خونه، داشتی داستانی از بچگی خودت تعریف کردی تو خونه تو ایران و اظهار و روح اینا، خیلی میگم برام عجیب غریب، میخوام اینا رو برامون تعریف کنی. بچگی اصلا سیر زندگی چجوری بوده تو چه جایی بزرگ شدی و نمیدونم خانوادت روشن فکر بودن سنتی بودن روح اظهار میکردن چیکار میکردن، یعنی داستانا برام یعنی یه ذره جالبه این. اشکال نداره به ما اشتراک بده. نه اوکی. من بچه که بودم، خب من ساری دنیا آمدم و ساری بزرگ شدم شمال ایرانه و من توی خونه بزرگ شدم، توی خونه به دنیا نیومدم اما بزرگ شدم اونجا، برای مدت 3 سال اونجا بودم که توی اون خونه اصلا وقتی که ما وارد شدیم میدونستیم که 2 نفر توی اون خونه مردن، اصلا کلا ما اینو میتونستیم. 2 نفر تو حموم بالا آتیش گرفته بودن، یه زن و شوهری بودن، خیلی بد بود. ولی ما وارد اون خونه شدیم، مثلا سال اول همه چی اوکی بود فکر کنم یادم بیاد درست، خیلی بچه بودم من. یه مدت فکر کنم خواهر من رفت مشهد پیش یکی از داییام و برگشت و به من گفت من یه چیز جدید یاد گرفتم، متوجه شدم که من میدیومم. حالا من یه بچه 8 ساله 9 ساله که تازه دارم این لغت ها رو میشنوم، میدیوم، روح. و یادم اولین بار دوره یه میز گرد داشتیم نشسته بودیم و همه جا هم تاریک کرده بودیم و نمیدونم دست هم دی. نه یه نلبکی گذاشتیم وسط انگشتامون رو میذاشتیم رو و هیچ اتفاق نیفتاد مسلمن. و ببین این قضیه برای مدت خیلی زیادی چه اتفاق نیفتاد، اما بعد از چند وقت یه ذره قضیه جدیدتر شد. اصلا ببین من نمیدونم هنوز اون موقعی که بچه بودم چی میدیدم، به خاطر اینکه هنوز خیلی از چیزا واسم روشن نیست از اون موقع، فقط میدونم که یه سری چیزا اتفاق افتاد که نمیتونست واقعیت نداشته باشه، یعنی من نمیتونستم همه چی رو تصور کنم. و حالا تو فکر کنم من اون وسط خیلی مشکلات برای دختره مثلا 9 ساله که داره تو همچین خونه در همچین محیط بزرگ میشه، مثلا ممکنه بشه که برای من ترس از مرگ بود و
نمیدونم اون محیط چه فضایی رو واقعا به وجود میاره که مادر من و پدر من به جای اینکه مثلا من رو ببرن پیش دکتر یه آقایی آوردن خونه که از طریق دوباره ارواح و از اون طریق بتونه اکسورسیست آورد مثلا. آره و یادم آقایم اومده، یه آقایی بود که کورم بود نمیتونست ببینه، با یه آقای بزرگتر از خودش آمده بود نشسته بود و آخر هیچ کاری نکرد و رفت. من همش منتظر بودم که یه اتفاقی بیفته، یه چیزی مثل معجزه‌ای بشه، هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی ولی خلاصه میگم قضایا هست آره، ولی خیلی یه ذره دارکتر از اون چیزی که مردم شاید تصورشو بکنن. اینطوری نیست که حالا یه روح بیاد جلو ظاهر شه یا مثلا یه اتفاق خیلی عجیب غریب خیلی ملموسی بیفته. بچه‌م که البته هستیم اینا بگم، ما فانتزی و ایمیجینیشن خیلی قوی تره، یعنی میدونی چی میگم، یعنی اون همه اون که بچه هستیم یه چیزایی بعضی وقت میریم که میگیم آقا مگه میشه همچین چیزی واقعیت داشته باشه. هرچی من میکنم جوری که فانتزی که مغزمون ازش به کار میبره، اون خلاقیتی که داریم اون یه بچه های کودک یه جوریه که چون از طرف یه ترسی نداریم، از یه طرف ولی یه ترس وحشتناک از یه چیز ناشناخته‌ای داریم. من خودم که خیلی به این چیزا اعتقاد ندارم به شخصه، ولی میگم دی تجربهش تجربه عجیب غریبی دیگه و تاثیرش میتونه واقعی باشه. میدونی منظورم چیه؟ یعنی تاثیر اون برداشتی که تو میکنی از یه چیزی رو تو به خاطر اینکه تو وقتی بچه هستی تنها چیزی که تنها کاری که میتونی بکنی اینه که به پدر مادرت مثلا باور کنی، پدر مادرت اونا حرفی بزنن تو باور میکنی و توی ذهنت خیال پردازی میکنی و اون خیال پردازی رو به شکل مختلف شاید خودش نشون بده و آره میتونه این اتفاق بیفته. و من میگم هنوز که هنوز نمیتونم واقعا بذارم روی خیال پردازی کودکانم یا بذارم روی اتفاقی که اونجا افتاد، واقعا نمیدونم این دو تا رو چجوری از هم دیگه جدا کنم. اما میدونم یه چیزایی اتفاق افتاد اگر واقعا اون خیال پردازی منم اون وسط اومد، ولی درست نبود، نکنین این کارو با بچه‌هاتون. آره مثلا من یادم بچگی ما از این کارا مثلا بازیایی می‌کردیم و از این دیوونه بود. ولی مثلا یه چیزی که منم مثلا بعضی وقتا میگم بازیام خیال پردازی بچه‌ها چه چیه، مثلا حتی تو بزرگیم برام شده بعضی وقتا که نمیتونه برای تو اتفاق افتاده، یکی صدا میزنه، نمیدونم تو مغزم نیمه خواب نیمه بیدارم، یهو یکی صدا میزنه، پا میشم میگم میدونی مثلا هیچکی هم نیست تو خونه، مثلا چه میدونم. ولی اینا بازیایی که من احساس کنم که مغز من هیچ وقت من میگم من تا میگم سیستم دقیقاً جیسن توری تا ایلین یا روح یا هر چی نیاد اونجا با صورتم یه چک بزنه تو گوشم یا فلان، من به هیچ کم از این چیزا هیچ عقیده. حالا اینو بهت بگم، حالا من علی روح و اینا رو حالا بذار کنار، یه ذره من بزرگتر که شده بودم واقعا من حالا ببین من اون موقع دیگه میدونم چی جلوم دیدم، اما نمیدونم چه جوری بگم که یه جوری دیوونه به نظر نیام. اما نه تنها من دیدم، بلکه دو نفر دیگه هم کنارم بودم و دیدن اینو. و ببین ما داشتیم توی جاده دریا، اگه کسی ساریو بشناسه، جاده فرح‌آبادی که میره به دریا، داشتیم توی شب رانندگی میکردیم و یه دفعه شوهر خواهر من زد کنار، بغل جاده زد کنار و هر سه تامون از ماشین پیاده شدیم و یه یو اف او قشنگ جلومون دیدیم. و حالا ببین اون من میگم الان همه کامنت ها میگن این دیوونه کیه آوردی. آره ولی نه واقعا من نمیدونم این چیز وجود داره یا نه، ولی یه چیزی که یاد گرفتم اینه که هیچ وقت نگم با قطعیت که وجود نداره و هیچ وقت نگم که وجود داره با قطعیت، چون نمیدونم آخرش نه من میدونم نه تو میدونی نه هیچ کسی دیگه. آره نه ولی آره کلا میگم بالاخره همه اون چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که چا توضیح دادنش داره سخت باشه برام. ولی اینو خب تو همیشه با ساری زندگی میکردی یا موو کردین تهران یا کی تو موو کردی رفتی هند سفر رفتی، این مسیر چجوری به وجود اومد؟ کنجکاوید کی بیشتر شکل گرفت تو زندگی که خواستی یه ادونچرس تر بشی و مسافرت کنی و این شجاعت پیدا کنی که بری دنبال این سفرا؟ چون هر کسی خودت میدونی میترسن معلومه بیشتر آدمو که یهو بکنن از یه جا برن و دنبال یه ماجرا و ادونچری.
من فکر میکنم توی یه جایی از زندگیم به یه مرحله رسیدم، یه جایی رسیدم که گفتم دیگه من نمیتونم اینجا بمونم و فکر میکنم هر آدمی مهم واقعا نیست تو کجای دنیا زندگی میکنه، شاید یه وقتی از زندگیش به یه جایی برسه که بگه من دیگه اینجا نمیتونم بمونم و با مثلا با محیطم عوض کنم. و فکر میکنم به خاطر سنیتی خودم که شده، به خاطر به خاطر اینکه واقعا سالم بتونم زندگی کنم، باید میمدم بیرون، باید یه جور زندگی خودم میساختم و بیشتر به خاطر ادونچر من بیشتر از همینجا شروع شد که میخواستم یه ذره مستقل باشم و رفتم هند. و من اینجوری که رفتم هند اینطوری بود که من بیدار شدم از خواب یه روز و تصمیم گرفتم برم هند و برای دانشگاه اپلای کردم. من تو ایران خب چون زبانم خوب بود، زبان انگلیسیم خوب بود، راحت ترین چیزی که میتونستم واسش اپلای کنم همین زبان انگلیسی بود و از همین زبان توی هند اپلای کردم و دانشگاه هند خیلی راحتن توی این زمینه ها. من رفتم اونجا و واقعا برای آیندم برنامه ای نداشتم، اصلا نمیدونستم میخوام چی کار کنم. ترین چیزی که میدونستم میخوام بیام بیرون. کجای هند رفتی؟ توی پونا. پونا جایی که اوشو آشرم هم دقیقا همونجا سایه بدونی. بعد من اونجا بودم و چون که 4 ماه تنها بودم و تو اون 4 ماه خب نمیتونم بگم خیلی اتفاق خوبی افتاد، چون نیفتاد واقعا. خیلی نمیتونم ببین، خیلی جو هند از نظر مثلا برای زندگی برای یه دختر تنها شاید خیلی ایدئال نباشه و یه سری اتفاقات رو که امیدوارم که دوباره نیفته برای هیچ کسی. ولی من تو زمان خیلی خوبی، من یادمه که سعی میکردم که ببینم کی دور و برمه و کی مثلا میتونم با کی کانکشن دور و برم، چون واقعا تنها بودم اون مدت اول. ولی بعدا مثلا اولین کسی که باهاش آشنا شدم همسرم بود اتفاقا. اولین کسی که مثلا شناختم و باهاش بیرون رفتم همسرم بود و با همین آدم تا آخر موندم و ازدواج کردم. و آره کلا اینجوری شد که از ایران رفتم. چی شد که اصلا با همسرت آشنا شدین؟ سر چی شد؟ کجا بودین هم دیگه؟ تو گوار روی اسید مسید بودین داشتین پارتی میکردین؟ چی کار داشتین میکردین؟ ببین من خیلی بچه مثبتی بودم تا قبل از این که از ایران بیام بیرون. من واقعا اصلا نوید میکشیدم، نه کاری میکردم، اصلا فقط یه سیگار میکشیدم که تازه اونم ترک کردم. و خیلی بچه مثبتی بودم کلا. و با دیوید من واقعا میگم تنها بودم، داشتم دنبال یه نفر میگشتم که هندی نباشه، چون واقعا تجربه خوبی نداشتم. داشتم میخواستم اینا که توی کاوچ سرفینگ داشتم میگشتم و میدونم که کی هست و کی نیست. اصلا دومی آدمی بود که تو لیست پیدا کردم که تو پونا زندگی میکرد و دیوید بود. اسمش البته دویده، ولی من از همه اول بهش گفتم دیوید و دیوید میشستم. و ما با هم رفتیم بیرون اولین بار، رفتیم یه کلابی به اسم بلو فراگ و بعد از اون هم فکر از سه نصف شب رفتیم غذا خوردیم و از همونجا رابطه‌مون شکل گرفت و مثلا دوست معمولی هم با هم بودیم تا 4-5 ماه بعد از رابطه‌مون. یه دوست خیلی معمولی بودیم و البته خب با بنفید، ولی چیز بودیم، ولی به روی خیلی تاکید داشتیم که دوست هستیم. بعد از 4-5 ماه خب البته همه چی عوض شد و مجبور شدیم من دیگه بگه دوستت دارم و اونم داستان داره. مجبور شدیم داره. داستان داره، مجبور شدیم. لیترالی در خون در اتاق بسته بود برامون. ببین ما دو تا مهمون داشتیم، من یه مهمون کفسرفر داشتم از سویدن اومده بود، یه مهمونی دیگه داشت دیوید داشت که از چاینا اومده بود و این دوتا رو همزمان دعوت کرده بود دیوید خونهش، یعنی مهمون من و خودم با مهمون خودش و خودش توی خونهش بود و اینا در رو روی ما بستن. ما دعوا میکردیم، در رو روی ما بستن و گفتم مشکلتون رو حل کنیم و بیاییم بیرون. و مشکل ما این بود که ما همدیگر دوست داشتیم و نمیدونستیم چجوری بگیم اینو. و یه دفعه وسط دعوا من گفتم وای من خسته شدم نمیتونم دیگه نگم اینو و گفتم و از همونجا واقعا رابطمون شروع شد و اصلا کلا همه چی عوض شد. از همون لحظه همه چیز جدی‌تر شد، همه چیز اصلا انگار فرق کرد. بعد توی هند با هم ازدواج کردین یا نه توی اومدین اینور دنیا؟
آره به من هند با من و دیوید 2 سال توی هند بودیم. من این 2 سال مثلا 1 سال خوردهشو با هم داشتین. بعد درس میخوندین یا کار میکردین تو این 2 سال؟ یعنی پروسه دیوید کار میکرد، دیوید توی یه شرکتی کار میکرد که هنوزم تو همون شرکت کار میکنه و اصلا دلیل این که اومده بود هند اون شرکت بود. اگه اپلای نمیکرد برای اون کار شدید و مثلا من نمیدید و آره و ما رفتی ببخشید آره دیوید کار میکرد اونجا و منم کار میکردم و هم درست میخواهی یه کار پیدا کرده بودم توی شرکتی با هم دیگه. مثلا آشنا شدیم تو چند ماه اول میگم بیشتر و خیلی با هم جور نبودیم و یه ذره هم مشکل داشتیم و احساس میکنم اوائل خیلی بیشتر مشکل داشتیم تا الان مثلا توی رابطه‌مون. آره و بعد از مثلا 2 سال که با هم دیگه اونجا بودیم دیوید برگشت فرانسه، چون دیوید فرانسه زندگی میکرد، اصلا لیون فرانسه زندگی میکرد و منم برگشتم ایران و اولین شبی که برگشتم و توی خونه بودم و داشتم باهاش حرف میزدم، خواستگاری که نمیتونم بگم، یه جوری به برگفت I wanna spend the rest of my life with you، مثلا میخوام باید تا آخر زندگی مثلا باشم، بمونم، زندگی کنم. و منم فهمیدم 3 ماه بعد لیون بودم. 3 ماه خیلی سریع کارام جور شد و رفتم لیون فرانسه و 3 ماه اونجا زندگی کردیم و برگشتم ایران دوباره. و اون موقع مدتی بود که دیوی برای کار مکزیک بهش پیشنهاد شده بود و دیگه من برگشتم ایران و وسایلمو جمع کردم و رفتیم، اومدم فرانسه و با ویزای مولتیپل فرانسه شینگن اومدم اینجا. و آره دیگه کلن مکزیک برای من از اونجا شروع شد. ولی مکزیکو بهش میرسیم. مکزیک هم آره میخوام بگم من از اول اصلا اینقدری که فکر میکنی ادونچرس نبودم. یه مسیری رو طی کرد. آشنایی من با دیوید خیلی باعث شد که این حس ادونچرس بودنم بیشتر مثلا خودش رو نشون بده. اول واسم خیلی عجیب بود که دیوید انقدر روحیه ادونچرس داشت، ولی کم کم اصلا فهمیدم و منم دارم و نمیدونستم این روحیه رو، ندیده بودم، کشف نکرده بودم تو خودم. ببینم تو این مراسم دیدی که اصلا خیلی هم میشه جالبه دیگه، این آدمایی که با فرهنگ‌های مختلف وقتی ازدواج میکنن. من همیشه خودم خیلی منتقدم، اعتقادم اینه که آدما با اصلا از فرهنگ‌های مختلف همش با هم قرقاتی بشن و ازدواج کنن، اینجوری صلح و دوستی بیشتری توی جهان میرسیم تو نسل‌های بعدی. و مثلا خیلی بامزه است دیگه، مثلا آدم وقتی میبینه وقتی که فرهنگ مخالف با هم باشه میشن، چون تو مراسم مثلا عروسی ایران یه جوریه، مراسم نمیدونم میدونی غربی ها یا حالا لاتینا یه جور دیگه است. میخوام بدونم که الان توی این پروسه مثلا دیدی مثلا بریتنی اسپیرز هم دیدی شوهر ایرانی کرده مثلا عروسی ایرانی گرفته، مثلا داره میاد اون مسجد داره داره بزنه داره 6 و 8 داره میرخصه اون وسط. این بامزه است این چیزا. میخوام بدونم از توی فرهنگ ایرانی چیا رو دیوید خیلی بهش چسبیده و علاقه پیدا کرده، یعنی از قضا گرفته تو نه مراسم دیگه ای تاریخی یا چیزی، الان چیا براش خیلی جذاب شده؟ ببین دیوید اول از همه باید بگم که فارسی صحبت میکنه، الان یعنی بیاد کنار من بشینه بگم 80% حرفا رو میفهمه و حالا میتونه باهات کامیونیکیت کنه. چه باحال، کاش که بود پس خودش. آره. من وقتی باش دوست بودم بهش فارسی نوشتن یاد دادم. آره و خیلی استعدادش هم خوبه دیوید. وقتی اومده بود هند، چون هند اینطوری که هر بخشش یه زبان داره، زبان محلیش رو یاد گرفته بود، زبان هندی و خیلی زبان ها بلده دیوید و زبان فارسی هم خیلی دوست داشت یاد بگیره و آره الان فارسی صحبت میکنه، نوروز رو خیلی دوست داره، اصلا کلن مراسم غذاها رو خیلی دوست داره. غذا رو ببین، یه سال مادر من اومده بود اینجا، واقعا بهشت برای دیوید. غذاها رو واقعا میگفت هر وقت میام خونه بوی غذاها از خود غذا برام دلنشین تره. آره واقعا آره. اون بوی بغیر از قرمه سبزی من همه بوی غذای ایرانی ها واقعا چی میخواستم بگم، این سفر به مکزیکت، میخوام اینو بدونم که خوبی ها و سختی ها و بدی هاش که توی شهر خیلی بزرگی نیستین یا هستین جایی که هستین؟
چرا؟ تقریبا شهر بزرگه، میشه گفت دوم سومی یا دومی شهر بزرگ مکزیک، دو سومی اگه اشتباه نکنم، چون شهر صنعتی یه شهر معروفیه نسبتاً. هی میخوام بدونم که مثلا حالا زندگی تو اونجا برای چه جوری شکل گرفته، چیا خوبه چیا بده، احساس تنهایی بعضی وقتا میکنی نمیکنی، برای فان، برای کار، برای هدفهای خودت چی کارا میکنی؟ ببین من تا دو سال که اومده بودم اینجا واقعا نمیدونستم چی به چیه، واقعا نه زبانم خوب بود اونقدر، نمیتونستم خیلی مثلا با بیرون از خونه ارتباط برقرار کنم و واقعا یه افسردگی خیلی بدی داشتم این دو سالی که، و این افسردگی با کرونا، اومدن کرونا و قرنطینه بهتر شد اتفاقا. و اصلا من توی مسیری توی این دوران کرونا افتادم، سیگار رو ترک کردم، خیلی اتفاقای خوب افتاد و باعث شد خیلی من کانکشن با محیط اطرافم بیشتر. و کلا مکزیک یه چیزیش که سخت‌ترین چیزی که برای من هست اینه که یه کامیونیتی فارسی که مثلا بتونی مثلا بری و نمیدونم حتی از خرید گرفته از نمیدونم قضیه مثلا میتونی یه کانکشنی با ایران برقرار کنی، با اونجایی که ازش اومدی برقرار کنی، خیلی کم داره. یعنی یه چیزی که میبینی اینجا شبیه ایرانه خیلی ذوق میکنم من مثلا شخصا، ولی از این نظر سخته که واقعا کسی نیست باش صحبت کنی، غذای مثلا اینگریدینت های مثلا غذا رو نمیتونی به راحتی بگیری، باید از یو اس بیاری. از این نظرها سخته، ولی از یه سری نظرها من واقعا اینجا رو با هیچ جای دیگه عوض نمی کنم. از این نظر که تو اعصابت راحته. ببین من اینجا شاید بهت بگم کلن لاتین امریکا نه فقط مکزیک یه جو خیلی راحتی داره، که مثلا من برای چیزی که خیلی عجیب بود وقتی اومده بودم اینجا میدیدم مردم چقدر راحت لباس میپوشن و چقدر راحت سن ایزی گوینگ، یعنی نه هم دیگر رو جاج میکنن اونقدر، نه اگه هم بکنه، اگه هم مثلا شاید تو ذهنتون بکنه ولی نشون نمیده، یعنی میدونن که هر چیز ذهنشون میذاره، خیلی ربطی نداره که به زبون بیارن و اینو من خیلی دوست دارم از اینجا. و کلا مردمش خیلی خونگرمن و احساس میکنم یه سری آزادی فردی اینجا بیشتر بهش بها داده میشه، مثلا اینکه واقعا اگه نمیدونم میتونی زندگی خودتو به اون شکلی که میخوای داشته باشی به هر روشی که مثلا به هر بستگی به کاری زندگی زندگی خودت واقعا میتونی زندگی خوبی داشته باشی، حداقل از نظر فکری راحت باشی. آره ارزون تر هم هستش اونجا فکر میکنم نسبت به مثلا آمریکا یا اروپا طبیعتاً، و این هم خب خیلی کمک میکنه که آدم نباید اونقدر توی این رات ریس این بازی اقتصادی گیر کنه جوری که همش هشتش گره نوش باشه و نگران باشه که پس فردا چه اتفاقی میفته. البته خب اینجا هم قیمت ها که بالا رفته، الان یه سر دوباره رگولیشن شده ولی بالا رفته بود، ولی اینجا احساس میکنم حداقل یه ذره ثابت تره از جاهای دیگه، حداقل اطراف یه ذره ثباتش بیشتر، حتی مطمئنم مردم اینجا خیلی مشکل دارن، من اصلا انکار منکر اون چیزا نمیشم، مطمئنم مردم اینجا بعد در نظر بگیریم ما اینجا وقتی زندگی میکنیم حقوق دیوید به یوروه یا مثلا یه سری بنفیت هایی داریم که شاید مردم اینجا نداشته باشن، اما از نظر کلی از نظر ارتباط آدم ها اینا واقعا آرومی، واقعا راحتی از نظر. آره این خونگرمیه یه چیزی که برای من میشه جذاب و دوستای مکزیک داشتم، چون از من آره به قول تو نمیشه انکار کرد، یعنی وگه نگه مکزیک بهش بود این همه آدم نمیکوبیدن از مرز مکزیک سعی کنن ردشن بیان آمریکا به خاطر فشارهای حالا اقتصادی، فشار کارتل، هر دلیل دیگه ای باشه که نمیخوان میخوان سعی کنن بیان آمریکا. میدونی این تاریخش فرصت های اقتصادی باعث میشه که آدم ها بخوان بیشتر، حالا فکر میکنم در اوج فرصت اقتصادی باشه و در بعد از اون آزادی فردی باشه، شاید بستگی داره از اون کشوری که داری مهاجرت میکنی به اونجا، ولی معمولا بیشتر به خاطر دلایل اقتصادیه خیلی وقتا که آدم یه اپورتونتی بهتری میخوان، فرصت بهتری میخوان. و میگم مکزیک هم یونیک نیستش در این کیس، فقط من میگم یعنی چیزی که احساس میکنم توی سفر خودم به لاتین، من مکزیک نیومدم متاسفانه، خیلی دوست دارم میام، ولی تو کشورهای دیگه لاتین امریکا و ساوث امریکا، آمریکای جنوبی که بودم، یه
اون حس خونگرمی که میگی من خیلی تجربه کردم، از این لحاظ که یه آدم ها خیلی یه رضایتی داشتن با اون حتی اون حد اقلی که داشتن، چه تو کشوری مثل چه بولیوی که بودن که خیلی کشور فقیریه، یا چه جای دیگه مثل کولومبیا و نمیدونم برزیل و اینا که حالا شاید ذره وضع بهتر باشه، ولی یه فرهنگ و یه انرژی خیلی باحالی داره تو محیط ها، که یعنی چه از لحاظ موزیکال، حتی مثلا میگم من احساس میکنم مثلا توی ما ایرانی ها، حالا شاید درست نباشه این ولی میگم برداشت کاملا سابجکتیو شخصی من، یکی دو قبل داشتم بچه ها در مورد حرف زدن تو موزیک و سینما و خیلی از چیزهای ما خیلی غم هستش، یه تلخی هستش حتی تو شعر و تو کتاب و تو سینما و همه این چیزامون، و انگار ما یه رابطه عمیقی با درد و افسردگی و چه درینک خفنی چی داری میخوری؟ مارتینی هست یه؟ مارگاریتا هست دیوی درسته بفهم. و ولی مثلا برعکسش من احساس میکنم توی خون لاتین امریکن ها دیگه هم تو موزیکشون این خیلی بیان میشه، این غیری که وجود داره و این انرژی و این خوشحالی و این سکشوالیتی و همه این چیزا، نمیخوام میگم باز جمع بندی کنم ولی کلا یعنی میگم این حس و این تفاوت رو من خیلی قشنگ حس میکنم بین فرهنگ. خیلی درست میگی، خیلی این قضیهش برای من جالب بود که مثلا یه نوع رقصی هست به اسم رگتون که واقعا از نظر من خیلی سکشواله ولی خیلی قشنگه، و این برای من خیلی جالب بود اولین چیزی که از فرهنگ، خب این رقص از کولومبیا میاد، دیویدم کولومبیاییه و نمیدونم دقیقا این رقص از کولومبیا میاد البته، ولی میدونم که اونجا هم خیلی رایجه، ولی دیوید مثلا این به من را یاد میداد چجوری برقصم، واقعا یه ذره خودم که از مثلا ایران اومده یه ذره واقعا خجالت میکشیدم، ولی بعدا دیدم چقدر عادیه اصلا و چرا ما عقب فاصله گرفتیم از این چیزا. واقعا به نظر من البته حالا این چیزی که میگه همشونم چیز نیستن، این آهنگا همشونم خیلی ارشاد نیستن، خیلی از آهنگایی که مثلا میبینید یه سبکی وجود داره توی موزیک لاتین به اسم فلامینکو که اون اصلا کلا ارتباط اون خواننده و اون چیز با غم درونشه و به نظر من براشون اتفاقا قشنگه. خیلی ببین من احساس میکنم تو همه کالچرها، حالا واقعا مهم نیست مکزیک هر جا، یه کانکشنی با غم دارن حالا به هر روشی، خیلی ساده تر به نظر من خیلی بیشتر دیده میشه توی موزیکای کشور. آره ولی مثلا میدونی باز مثلا تو مکزیک تو مثلا یا توی فرهنگ تو فرهنگ لاتین تو مثلا چیزو داری دیوس دلا مورتاس، میدونی دی اف دی دد و این فستیوال، حتی یعنی مرگ و باهاش یعنی میدونی حتی فستیوال و رقص و یه چیزی تبدیلش میکنن، با اینکه میدونم حالا تاریخچه این که خود مسیحیت چه تاثیر به نظر من تاثیر خیلی منفی گذاشته توی کشور لاتین توی تاریخ زمانی که تمام این راهبا و این کشیشای مسیحی اومده بودن درب و داغون کردن کل آمریکای مرکزی و جنوبیا، ولی اونا هم سعی کردن به یه حالت ورژن خودشون کنن دیگه با رنگا و با رقصا و با فستیوال خودشون تعبیر برداشت خودشونو بکنم به حالت به جای اون حالت خیلی خشک اروپایی. ولی مثلا میگم در مقابل تو فستیوال The Day of the Dead داری توی مکزیک، تو ایران مثلا سر حسین و عزاداری اونجا خیلی غمناکتر و تلختر و تاریکتر و خشنتر و سنگیده، این ور خیلی به نظرم ریلکستر و کولتره، یعنی حتی برخوردش یعنی واقعا داری درست میگه. شاید یکی از دلایلی که من تو بچگی از مرگ میترسیدم یعنی معرفی من مرگ بوده مثلا، میدونی خیلی تاثیر میذاره که توی بچگی چجوری ما معرفی شدیم به این پدیده ای که بالاخره اتفاق بیفته. و یادم ما واقعا حداقل تجربه شخصی من خیلی معرفی من به این مسئله، این مسئله که واقعا مهم از نظر من درست نبوده و احساس میکنم مثلا اینجا یه ذره ارتباطی که دارن یه ذره ریسپکتی که برای مرگ دارن، احترامی که برای مرگ میذارن، خیلی از بخشای دارکش رو پوشش میده.
میرین بچه بودیم من یه مگه زنجون بودیم یه بار، بعد به سر همین مراسم عزاداری بعد اینا چون با غم میزنن تو سر خودشون قشنگ یادم خونو که همینجوری میدن میپاشید این منو و اصلا یه بچه مثلا میدونی اصلا خیلی سورال این صحنه اصلا که این مقدار خوشونت رو یه بچه مشاهده کنه تو خیابون داره که مثلا لواشک میخوره یکی داره میدونه خونش داره میپاشه سر و صورتت اصلا یعنی این اصلا درست در نمیاد. ببین من یادم بچه که بودم پدر بزرگم اولی کسی بود که فوت کرد و منو مجبور میکردم وایستم و ببینمش، من فرار کردم ندیدم آخرین بار. وقتی اون چیزا میزنن کفن رو باز میکنن صورت رو نشون میدن آخرین بار، چه برای پدرم چه برای پدر بزرگم، من هیچ کدوم رو نتونستم ببینم، فرار کردم. واقعا صحنه خیلی بدیه که به بچه نشون میده اون مراسم اون که میزن جو سر خودشون ناراحتن، واقعا و بچه سنگینه دیدنش. آره میگم چون بچه اصولا جوری که حواست باشه به میکروفونت نخوری اون بعضی وقتا اوکی، چون ما برداشتی که جوری که یاد میگیریم با میمیک کردن و تقلید کردن و یاد گرفتن از مامان بابامونه دیگه، و واکنش های اونا چه با عشق چه با خشونت چه با ترس به موقعیت های مختلف میدونی وقتی که میبینی، برای همین همیشه ماها دیدی که داریم سعی میکنیم بهتر از مامان بابا میشیم از نسل قبل، و دیدی که یه جمله کلیشه همه هم میگن که آقا من میخوام اشتباهات مامان بابا رو تکرار نکنم، و از این طرف هم تو ناخودآگاهت یه چیزایشون کاملا شک گرفته. من هر از گاهی مثلا قاطی میکنم، مثلا چه میدونم کلمو میکوبم، با بنده خدا چخ این کارو نکرد، ولی مثلا تو فامیل اون قسمت ترکمون یه حالت خرکی داشتیم که همه میزنم سر خودشون عصبی میشد یا ناراحت میشد. یعنی این زود یهو تمپر داشتن اینا که من خیلی هی رو خودم کار میکنم که جلو خودم بگیرم که واکنش مثلا عصبی نشون ندم، ولی از اونم خب اخلاق خوب دیگه هم مثلا چه میدونم بابام که آدم خیلی مردم سالاری بود، مردم دوستی بود و همیشه تعمی کرد پلی باشه بین مردم و فرهنگ های مختلف، این چیزها رو از بابام یاد گرفتم که میتونم انقدر فک بزنم دیگه. ولی در کل ما سعی میکنیم خوبی هاشون رو برداریم اونا رو ادامه بدیم، بدی ها رو هم بذاریم کنار که بتونیم یه ورژن بهتری بشیم دیگه. و آخرین کار که at the end of the day کاری که میتونیم بکنیم همینه، یعنی بتونیم ورژن بهتری از خودمون باشیم. و فکر میکنم این چیزیه که خیلی از ماها دست کم میگیریم، همش سعی میکنیم، مثلا خودم شخصا همش سعی میکنم که توی زندگی یه کار خیلی بزرگی انجام بدم، یه کاری رو متفاوت انجام بدم، ولی یه ذره که میشینم نگاه میکنم میبینم خیلی مهمتره که من از امروزم تا فردام چه کاری تو زندگیم انجام میدم، چه عادت خوبی تو زندگیم میارم، روی چه چیزایی تمرکز میکنم تو زندگیم تا اینکه بخوام یه کار بزرگی رو انجام بدم. درسته الان من مثلا یه مدتی مثلا وقتم گذاشتم دارم میذارم رو سوشیال میدیا یا مثلا کارهای مشابه، اما واقعا از خودم توقع ندارم، واقعا پیش خودم همش میگم بیبی استپس. واقعا احساس میکنم همین توقع داشتن از خودم، حالا توی یه جایی ممکنه یک کس دیگه ازت این توقع رو داشته باشه، ولی آخر اصلا خودت از خودت این توقع رو داری همیشه که یه کار بزرگی بکنی، مثلا همینم خودت همیشه اذیت میکنی پانیش میکنی تو موقعیت من مثلا، ولی احساس میکنم اگه با یاد بگیریم که زندگی از امروز به فردا بگذرونیم خیلی چیزا اصلا حل میشه. گفتنش یعنی... راحته دیگه، میگه منم خودم یعنی توی زندگی آره. چندین بارم اشاره کردم توی این پادکست، واقعا موقعی که رها کردم همه چیو خیلی اتفاقات بهتر افتاد. هرچی بیشتر طمع کردم یا تشنه بودم برای قدرت یا توجه یا برای موفقیت، از اون هی فاصله میگرفتم و احساس میکنم دیگه الان نزدیکای قول آخرشم، باید یه جایی برسم که دیگه کاملا رها کنم. و میدونی مثلا طبیعتا دوست دارم که کارم توش موفق بشم، ولی اگر همش سعی کنم بیش از حد این تمک کنم برای این موفقیت، واقعا فکر میکنم که مسیر خودم رو گم میکنم و دور میشم از اون جایی که باشم، و تقیقتشم این مسیرم باید خودم بسازم، یعنی هیچ کسی به غیر از خود من این مسیر رو نخواهد رفت. و این من میکرد بزرگترین مشکل زندگیم همیشه این بود که منتظر این بودم که یه معجزه از یه جای دیگه بشه که آقا بالاخره همه هیچ چیزی هم اینجوریه که همه چی اوکی. حتی ساده ترین کارم الان من کنسرت دارم میخوام پروموت کنم،
اینجوری نیست که من بشینم یه گوشه خونم خب دیگه الان همه کنسرت سلات میشه. نه، باید بری هر روز پروموت کنی، با تماس بگیری، تشویق کنی بقیه بچه‌ها بیان حال کنن، و تو هم باید یه چیزی و یه کیفیت و یه کاری رو ارائه بدی که آدم بخوان بیان اون پولو بدن که بیان تو رو ببینن، و تو هم مطمئن شی که اون پولی که اون آدم برای زحمت کشیده که میاد که تو کنسرت تو خرج کنه، تو به یه کیفیتی بهش ارائه بدی، یه اکسپیرینس و تجربه بدی بهش که واقعا چیزی به یاد موندنی باشه. یعنی برای همین it's میگم این باید آدم برگرده به همه اون بیسیکس و واقع بینانه خیلی ریلکس به مسئله که آقا بگه من تمام سعی تلاشمو کردم، ولی اگرم مثلا نشد it's not the end of the world. چون بعضی وقت ما نمیرسیم به اون جایگاهی که تو ذهن خودمون قرار میذاریم خودمونو، از اون وقت انقدر دلمون میشکنه و اعصابمون خرد میشه و ناراحت میشیم و حسادت و انرژی و توقع و همه چیز منفی که میاد روحی آدمو بدتر میکنه و باعث پسرفت آدم میشه. ببین درست میگی، خیلی درست میگی. من واقعا این چه حرفی که میزنم بیشتر دنبه خیلی الان منو داره تعریف میکنه، این کاری که الان داره میکنم و داره تعریف میکنه. یه ذره من چند وقتی بود واقعا یه کاری رو انجام دادم که خودم از خودم تعجب میکردم و خودم رو سورپرایز میکردم و خیلی قشنگ بود، اما این قضیه رو زمانی متوجه شدم که تصادف کردم. و ببین من یه تصادف خیلی بدی داشتم 2 ماه قبل که مجبور شدم به خودش عمل کنم و واقعا متوجه شدم کارهای کوچیکی که من بهشون اصلا اهمیت نمیدم، صاف نشستن یا مثلا اینکه بتونم از جام بلند شم و راه برم بدون اینکه بخوام نگران باشم که الان دردم بیشتر. ببین واقعا این چیزایی که ما به گرانتد میگیریم، ارزشش رو نمیدونیم اونقدر. و احساس میکنم من حداقل توی این 2 ماه اخیر اونو خیلی خوب یاد گرفتم که کارهای کوچیکی که براش میکنم و تو اون لحظه حضور داشته باشم و این تو ابعاد بزرگتر خودش رو نشون میده و از خودم توقع نمیگم موفق بودم، نه هنوزم دارم یه جورایی تلاش میکنم، مثل همه که داریم دست و پا میزنیم، ما هم داریم دست و پا میزنیم که بالاخره خودمون رو بکشونیم به یه جایی. اما به نظرم یه ذره به خودمون آسون تر بگیریم، شاید یه ذره مسیر رو بازتر کنه واسه اینکه فکرامون یه ذره بتونیم به کوالیتی کارمون تمرکز کنیم تا کوانتیتیش. آره نه کاملا میفهمم، اینم یه مسیری که دیگه یه عمر من توشم و خودم ریدم توش خیلی زیاد، ولی دیگه هر روز دارم سعی میکنم یه ذره بهتر بشم. تا که میدونی من همینم. خواستم این پرسیدم تو با سایکدلیکس چقدر آشنایی داری یا چقدر تجربه داشتی و اینو، چون حرف از آیواسکا زدی، یعنی خودت حالا آیواسکا زدی یا ماشروم زدی چی زدی؟ آیواسکا نزدم، خیلی دوست دارم که امتحان کنم، ولی آیواسکا رو هنوز آمادهش رو ندارم. ولی من کلن خیلی جالبه، کلن از با سایکودلیک من از پادکست خودت آشنا شدم، اونجوری که بدونم سایکودلیک چیه که بخوام. الان مردم میگن بابا به این رام تشویق میکنی مردم برن من نه آخه دارم این سایکودلیک از نظر من چیزی نیست که تو بتونی بدون این که مثلا تو اون فاز قرار بگی بدون این که بدونی چیه، بالاخره مثلا ریسکش رو بپذیری بزنی و مهم نیست کی بهت بگه اینو. از من واقعا احساس میکنم توی جایی تو مسیرم قرار گرفت این قضیه و من اولین تجربه که واقعا داشتم با سایکودلیک روی LSD بود که احساس میکنم زندگی من به قبل و بعد از اون تجربه تقسیم میشه یه جورایی. برای من خیلی تجربه بزرگی بوده. فکر کن جلوی دریای روبروی دریای کارائیب هم این قضیه اتفاق افتاد، توی ساحل بودیم و اصلا ویژنی که دیدم مهم نبود، چیزی که اتفاقی که افتاد شاید به اهمیت کاری که من اون لحظه انجام دادم مهم نبود و اون کاری که انجام دادم این بود که یه نفس عمیق کشیدم و همین بود. احساس میکنم برای اولین بار تو زندگیم بعد از مدت‌های نفس عمیق کشیدم و اون همه چیزا تو زندگی من تغییر داد.
اینکه زندگی میتونه قشنگ‌تر باشه، زندگی اون چیزی نیست که، زندگی خیلی بزرگتر از این حرف هست که تو فکرش میکنی. یه دفعه دنیا برام بزرگ شد و فهمیدم چقدر من چیزها رو تجربه نکردم، چقدر من میخوام دنیا رو تجربه کنم و آره خیلی چیزها رو تو زندگی نگاه کردن، روش نگاه کردن من مسائل رو خیلی تغییر داد. و آره میتونم بگم این مسیری بود که من با پادکست تو شروع کردم و هنوزم تو این مسیر هستم. یه وقتایی که میخوام به یه کانکلوژنی برسم، مثلا به یه چون تا تهی موضوعی رو برم، مثلا به یه دلیلی این کارو میکنم. به نظر من سایکدلیک چیزی نیست که تو بتونی فقط بری سمتش به عنوان اینکه آه یه دراگ قرار فان باشه، قرار باحال باشه. یه چیزی رو ازت می، به قول دیوید همیشه یه مادر بزرگش یه چیزی رو میگفت، میگفت your body will pass the bill. Your body will pass the bill eventually. بالاخره بدن ما فاکتور رو صادر میکنه، حالا اون فاکتور هر چیزی که باشه، چقدر باشه مهم نیست، بالاخره یه جایی بعد حواسمون باشه که چقدر مصرف میکنیم، چقدر داریم. تجربه‌ایه که میتونه زندگی آدم رو تغییر بده و این چیزی نیست که فقط من بگم، چیزی که الان دانشمندا دارن روش تحقیق میکنن. تو پادکست خودت هزار با این صحبت داشتی که چقدر به علم، روی علم اثر میذاره علم سایکولوژی، و فکر میکنم تو آینده اصلا علم سایکولوژی در آینده همین خواهد بود. توی این مسیر خیلی چیزا رو باز میکنه برامون هم سایکدلیکا. آره میدونی من فکر میکنم که یه برداشت غلطی که همیشه میشینه که این میدونین مثلا کوکین و MDMA و اکسسی خیلی فرق داره دنیا و فازشون، هروینا، اوپیتسا، همه این چیزا. تو سایکدلیک احساس میکنم که آره تا حدودی منم اینو واقعا قبول دارم، یعنی تو رو صدا میزنه وقتی که وقتشه که تو بیای تو صف و اون تیکت رو بگیری که بری وایسی تو صف، خودش یهو دست میکنه جیبت، میبینی تیکت من اومد، میدونی؟ یعنی یه حالت انگار یه پیش زمینه ای باید داشته باشی که کس اینجوری نیستش به نظر من. شاید مثلا اتفاق بیفته هر از گاهی کسی به زور بگه آقا بیینو بزن، ولی بیشتر وقتا خودت به یه جای تو زندگی از یه کنجکاوی میرسی یا از یه نیازی که میای به این سمت، به این دنیا، و میگم دنیای ترسناکی هم هست، یعنی دنیایی نیستش که همش توش عشق و لاو و هپینس، چون اتفاقا تجربه ها و اتفاقا اون سختی هاش هم خیلی معلم مهمیه توی این مسیر. اون سختی ها دقیقا جاهایی که تو bad trip داری، uncomfortably، جاهایی که باید اتفاقا بمونی و با ترست مقابله کنی و ببینی که چرا من الان انقدر uncomfortable، چرا انقدر میترسم، چون همش میخوام. الان من یه ذره چند وقتا دوباره خودم میگم یه ذره ترس تو قلبم جمع شده دیگه، متاسفانه تو این چند ساله، و هی دارم سعی میکنم اون ترس رو از خودم بریزم بیرون. و تو این پروسه اصلا میگم وقتی که من رفتم خودم آیوواسکا زدم یا ایبوگا، اون موقع اصلا خیلی یه شجاعت بیشتری احساس میکنم داشتم، چون نمیدونم، و الان منم یه ذره خودم میترسم، چون تا میخوام دوباره برم آیوواسکا، بخوام برم آمازون آیوواسکا بزنم و برای این دفعه یه ذره میترسم خودم، چون یه ذره میگم همچین، ولی میدونم باید برم به جنگ باش دیگه، باید برم تو اون یکی دنیاه. حقم داری بترسی، چون اصلا چیز ساده ای نیست، اصلا فان نیست، اصلا اون چیزی که همه احساس میکنن که وای حالا مثلا رو دراگیم نیست، اصلا میتونه فان باشه تو دوزای پایین تر، یعنی اونو درک کن دوزای پایین تر، ولی میگم اگه بخوام به توی تجربه عمیق و سنگین و واقعی، واقعا خیلی یه پروسه عجیبیه واقعا. و من میگم همیشه هم گفتم اینا کسی رو گوش میکنه، لطفا خودتون تحقیق خودتون بکنید با آگاهی، با یه استادی، با یه شامانی، با یه دوستی که حداقل بتونه مواظب یا بلد شما باشه، یا فقط نگهدار شما باشه، دوستی باشه که خودش اونم سوبر باشه، که اگه تو یه درصد حالت بد شد بتونه کنارت باشه. یعنی همیشه من اگرم یه درصد میخوای این تجربه رو بکنی، همیشه با یه کمکی حتما کنارت باشه، خیلی خیلی شیرین‌تر و راحت‌تره این تجربه. یه دفعه میخواد سلام کنم. اون یه هیولایه. خب بامزه است. اسمش اسنوه. آره نه واقعا این چیزها رو بدون تجربه نرین سمتش، و اگه میرین حداقل بدونین داری چیکار می‌کنی. من چند وقت پیش یه ویدیو توی یوتیوب دیده بودم، یه آقایی بود که اومده بود یه بایبلی نوشته، خودش میگفت دراگ بایبل، و
میکروفون رو نه اوکی میگفت دراگ بود و خیلی حرفش درست بود. میگفت اگه شما میخواین دراگ رو مصرف کنین حداقل بدونین چه اتفاقی قراره بیفته، حداقل یه اطلاعاتی داشته باشه. احساس میکنم خیلی از این جنبه دارک قضیه دراگ که خیلی ها در موردش مثلا حرف میزنن نگرانشن، از این سمت بی اطلاع ناآگاهی آدم ها میاد که نمیدونن چه دوزی رو مصرف کنن، نمیدونن چه قسمتی رو مثلا چه اصلا چه تجربه ای رو میخوان داشته باشن. از من این میسیوز است که ذره کار دست ما تو همین حالا. مثلا 70 سال پیش که کوکین دکترو میدادن، نمیدونم اوپیت که آره. خودش هنوز هم توی آمریکای اوپیت کرایسیس هستش. میدونی فقط چون روی کاغذ یه کسی یه چیزی مینویسه که قانونی یا قانونی نیست به این معنی نیست که خوب یا بده. من نمیگم خوب چیزی یا من دارم فقط میگم اینم یه به خصوص چیزایی که طبیعی ترن، به خصوص چیزایی که از گیاه، از گل، از قارچ، از ریشه درختی، اینا که تو خود خاک هستن حداقل، یعنی اینا تو تاریخ آدمایی که از اینا استفاده کردن و مصرف کردن برای نیازهای روحی روانی خودشون خب نشون میده که میتونه واقعا تأثیر مثبتی هم داشته باشه. بازم میگم من نمیخوام خیلی سیاسی کنم، همه چیز خوبه، همه چیز میگم دو طرف قضیه رو داره و حالا بیشتر و بیشتر این بحثا و این صحبت ها. خب برادر منم چون کارش سایکدلیک تراپیسته، اونو تو پادکست خودش، پادکست سوما، اگه علاقه دارین برین گوش کنید حتما، چون مهران در مورد این چیزا حرف میزنه خیلی با دید خیلی بازتر و ریلکس تری. اونجا میتونین باهاش تماس بگیرین اگه خواستین اطلاعات بیشتری بگیرین. ولی من احساس میکنم نصف بیشتر که حالا این خوبه یا بده بستگی به این داره که چه چیزی برای کی کار میکنه. الان این چیزی که برای تو داره کار میکنه، مثلا چیزی که تو داری استفاده میکنه که بتونی به زندگی تازه، چون واقعا ببین برای من شخصا اگر قرار باشه چه چیزی رو مصرف قراره، یعنی اگر مثلا برای مصرف وید من دلیل میتونم داشته باشم، واقعا برای انگزایتی و برای افسردگی من با دونستن دکتر من مثلا میدونه که من مصرف میکنم و اتفاقا به من تجویز میکنه که مصرف کنم به خاطر افسردگی و به خاطر انگزایتی که دارم، و مسلما این قضیه برای کس دیگه جواب نمیده که این مسائل منو نداره. اما بعد ببینیم چی برای خودمون کار میکنه واقعا، این که بتونیم چیزی که برای کسی کار میکنه روش مثلا استیگما بزنیم که این مثلا بده یا خوبه از نظر من مثلا فیر نیست، میدونی عادلانه نیست. آره نه میفهمم، قبول دارم حرف تو کاملا. واقعا هر کسی با اون چیزی که برای اون کار میکنه پیگیرش باشه، با میگم با یا متخصص یا با آگاهی و تحقیقات بیشتر خودش. ملینا معمولا آخرهای پادکست از مهمونام سوالی که میکنم که من گوشه دیگه، اینکه یه چیزش خیلی شخصی و اعتراف بکنن در مورد زندگیشون، یه چیزی که شاید خیلی‌ها ندونن در مورد تو، یه خودت با کسی زیاد در میون نذاشتی تا حالا. منم کنجکاوم چون با اینکه باهات حرف زدم کلی نمیدونم، شاید دوستام یه چیزی بشنوم که شاید کسی زیاد ندونه. من خیلی فکر کردم به این سوالت ولی اصلا نتونستم چیزی رو پیدا کنم. ولی چیزی که کسی در مورد من ندونه، من ببین خیلی همیشه سعی کردم تو زندگی خودم که خودم باشم و همیشه چیزایی که تو ذهنم بوده رو گفتم، ولی یه چیزی رو یه ذره من خیلی راحت بهتون بگم. من شاید خیلی تجربه مختلفی داشتم، شاید مثلا کسی که منو از نزدیک بشناسه، خیلی مثلا همسر من همیشه من میگه تو خیلی آدم قوی هستی، تو خیلی چیزا رو پشت سر گذاشتی و الان اینجایی. ولی یه چیزی که بخوام، خیلی اعترافی که بخوام بکنم که واقعا بخوام از ته قلبم بیاد، اینه که من اصلا آدم قوی نیستم. شاید چیزی که یه نفر با من صحبت میکنه شاید تو مرحله اول این قضیه رو بگیره، ولی واقعیتش اینه که من آدم قوی نیستم و دارم همچنان تلاش میکنم. فکر میکنم این قول قوی بودن رو من اینو بهم بهش که نگفتم، این قولی که قوی باشم زمانی به خودم دادم که پدرم فوت کرد و احساس میکنم هیچ وقت این قوله رو از خودم پس نگرفتم. هیچ وقت نگفتم که نمیخواد قوی باشی و هنوزم سعی میکنم قوی باشم و احساس میکنم این چیزی که داره یه ذره زیادی
خیلی جواب خوبیه، خیلی فوق العاده است. واقعا خیلی خوبه که آدم بتونه با یعنی این آسیب پذیری رو داشته باشه، این ولنربیلیتی رو که بتونه اینو در مورد خودش بگه. نه چون خیلی میترسن که همچین حرفی رو بزنن بلند بلند به دنیا. هم بیشتر آدما میترسن که اصلا بگن آقا من ضعفی دارم یا ترسی دارم یا قوی نیستم یا کمبود دارم. این راحت نیستش برای خیلی ها. من احساس میکنم خیلی از ماها یادمون رفته که ما آدمی ما به دنیا نیومدیم که کار خاصی رو بکنیم، دنیا رو عوض کنیم. به دنیا اومدیم که واقعا بتونیم زندگی کنیم. و من این کاری که از 2-3 سال پیش حداقل یاد گرفتم و دارم انجام میدم، روز به روز هم زندگی میکنم. مهم نیست بعدا چی پیش میاد. ببین نمیگم سخته، نمیگم آسونه، خیلی سخته، ولی at the end of the day کاری که میتونی بکنی با زندگیت بهترین ورژن خودت باشی. و من واقعا بهت اعتماد دارم، اعتقاد دارم که میتونم باشم. شاید الان نباشم، شاید هم بودم قبلا، ولی مهم اینه که وقت تلاشت رو همیشه تلاش کنی. مهم اینه که همیشه این امیدو داشته باشی. من فکر میکنم یه مشکلی که داشتیم تو تاریخ معاصر شاید به خاطر اشباه بیش از حد میدیا و فرهنگ قهرمانسازی کلا، میدونی همه دوستیم قهرمانی باشیم توی داستانی، میدونی. و من نمیدونم توی چند صد سال پیش که شاید حالا اون موقعی کتاب میخوندن مردم داشتن شبیه فلان مثلا زئوس باشه یا هرکولیس باشه یا رستم یا هر چی، هر افسانه‌ای که منحصر به فرد فرهنگ خودش بوده. ولی شاید الان من احساس میکنم این حس، یعنی من خود من خیلی وقت تو بچگی میادم، الان خب کمتر، ولی همیشه خواب که میدیدم تو خواب قهرمان بودم. یعنی همه رو از روی نمیدونم آبشار نجات میدادم یا توی جنگ و تفنگ بازی همه رو میزدم فلان، میدونی. اینم خودش یه کمپلکسیه دیگه، میدونی. این که آدم میخواد قهرمان باشه و نجات بده خودشو یا بقیه رو، که من خودم خیلی کار کردم. اینا میذاره بالاخره چی میگن به انگلیسی میگن delusions of grandeur، یه ذره آدم خود بزرگ بینی که پیش میاد توی ماها. میگم یه چیزی که من فکرم همه تا یه حدودی باهاش چی میگن دست و پنجه چی بود کلمه دست و پنجه نرم میکنم. آره. ببین احساس میکنم این لازمه برای اصلا بقای ما. این فهم میکنم از اون غریزه سوروایوال ما میاد که دوست داریم همیشه توی هر مسئله، حالا این سوروایوال خیلی مسئله بیسیکیه، اما توی خیلی از چی میگن اینتنشن رفتارهای ما تاثیر میذاره. مثلا همین قهرمان سازی از خودمون شاید به خاطر این بوده سالهای قبل که ما احتیاجی به مثلا سوشیال میدیا، مثلا این تکنولوژی الانمون، مثلا این فرهنگ الان و جامعه الان نبود، این قضیه کمک کننده بوده. به خاطر اینکه اون آدم از غار میرفته بیرون و باید همچین احساسی رو دست میده که بتونه یه گرگ یا حالا یه شکاری رو بتونه پیدا کنه و بکشه. میدونی چی میگم؟ اینا کمک کننده بوده، این غریزه‌های پیسی که ماست که خوبه که بشناسیمش، خوبه که بهش آگاه باشیم، ولی نباید احساس میکنم ازش یه کانفلیکت درست کنیم که توی زندگیمون نتونیم جلو بریم. یعنی خیلی ساده است گفتنشا، ولی خیلی سخت تر از اون چیزیه که آره. ولی من اینو خیلی من حال کردم با حرف زدم، خیلی جذاب بود صحبتامون و من همیشه حال میکنم که با هم هنگات میکنیم تو دیسکورد و اینا. و یه چیزی که خیلی خوشحالم همیشه میکنه طریق این پادکست میگم، آشنا شدن با آدمی مثل خود تو هم، بقیه بچه‌هایی که حالا از هر طیف فکری و سیاسی و اقتصادی و هر چیزی که میان، برای من همیشه جذاب ترین چیز داستان واقعی خود آدما بوده. خلاصه مرسی که باهمون در میان گذاشتی امروز. خیلی من خوشحال شدم دیدمت امروز و خیلی خوشحال شدم بالاخره تونستیم پادکست رو با هم ضبط کنیم و خیلی خوش گذشت. مرسی. قربونت برم برنجون. مواظب خودت باش. میبینم. قربونت برم. مرسی. خدافظ. مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری،
مثل یه شنبه شدم.